دوستان خوب من برای پرسش پاسخ 100 سال مکرر که تمام زمان آخر پرسیده میشه خوش آمدید. که شنلاتان باقستانی هستم. ما در این سلسله از برنامه ها سوالای کوتاهی رو مطرح میکنیم که خیلی مهم هستن و سعی میکنیم پاسخ اونا رو بدیم، که امروز میریم با هم دیگه سوال 52 نگاه میکنیم که خیلی خیلی از اهمیته، که آیات زیادی در مورد این موضوع وجود داره در کلام خدا، چون هایی که عیسی مسیح خودش میگه، چون هایی که شاگردانش مثل پولس و یوحنا میگن. و سوال اینجاست که بازگشت ثانوی عیسی مسیح چه موقعی اتفاق میفته؟ چیزی که این روزها هم در اذهان مردم میگذره و یا شاید راجبش صحبت میکنن. در اول قرنتیان باب 15:52 پولس رسول پاسخ جالب میده. او میگه که عیسی در هفتمین شیپور یا به عبارت آخرین شیپور باز خواهد گشت. در یک آن و در یک چشم به هم زدن، آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست. زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خواست و ما دگرگونه خواهیم شد. پس اگر ما فوت کردیم، از این دنیا رفتیم، یا دوستان ما که فوت کردن زنده خواهند شد، بدنی جدید خواهند گرفت و عزیزانی که زنده هستند در یک آن، در یک طرفتال اینی دگرگون خواهند شد. ولی این به هنگامی است که شیپور هفتم نواخته میشه. یوحنا در مکاشفه باب 10:7 این توضیح رو به ما میده. میگه که در آن ایام که هفتمین فرشته آهنگ نواختن شیپورش کند، راز خدا تحقق خواهد یافت، آنگونه که بشارتش را به خادمان خود انبیا داده است. همطور که خدا در عهد عتیق به انبیا گفت، میگه که شیپور می نوازد هفتمین آهنگ خودش رو، یا شیپور رو، و راز خدا که در بازگشت مسیح اتفاق می افته. در مکاشفه باز آیات زیادتری وجود داره. می بینیم که گام برداشتن در بازگشت ثانوی یک روند سه مرحله رو در بر می گیره که شامل رویدادهای بسیاری که طی یک دوره 30 روز در واقع اتفاق می افتد و ما شاهد اون خواهیم بود. مکاشفه باب 11:2-3 به ما اینو میگه: ولی تو را با صحن بیرونی کار نباشد و آن را اندازه مگیر، زیرا که آن به کافران واگذار شده است. اینان شهر مقدس را 42 ماه لگدمال خواهند کرد و من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت که پلاس در بر 1260 روز نبوت میکنند. بسیار معتقدن که این دو موسی هستن و ایلیا. بعضی ها میگن که ایلیا و در واقع خنوخ هستن و حال دو نفر میان و موعظه میکنن و کلام خدا میگوید که اونا با برای بازگشت و توبه موعظه خواهند کرد. مکاشفه باب 12:6-14 میگوید: و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کند. اما دو بال آن عقاب بزرگ با آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او مهیا شده بود، و در آنجا دور از دسترس آن مار زمانی و زمانها و نیم زمانی از او نگهداری شود. خب ما میدونیم که زبان کتاب کاشی زبان سمبولیکی است و همه اینا معانی جالبی داره، ولی یوحنا اینو میگه. باب 13:5 هم میگه: به وحش دهانی داده شد، به همون در واقع دجال دهانی داده شد، تا سخن نخوتبار و کفرآمیز بگوید و اجازه یافت تا اقتدار خود را 42 ماه به کار برد. دانیال هم راجع به این موضوع صحبت میکنه. باب 7:25 میگه: و بر ضد آن متعال سخن خواهد گفت و مقدسین آن متعال را آزار خواهد رسانید. دجال این کارو میکنه و قصد تبدیل زمانها و شریعت را خواهد نمود و ایشان تا به یک زمان و زمانها و نیم زمان به دست وی تسلیم کرده خواهند شد. و بعد در باب 12:7 میگوید که مردی که کتان در بر داشت و بالاتر بر کنار نهر ایستاده بود، دست راست و چپ خود را به سوی آسمان برافراشت و صدایش را شنید که به او که زنده جاویده است سوگند یاد کرد که آن برای زمانی و زمانها و نیم زمان خواهد بود، و چون شکستی قدرت قوم مقدس به انجام رسد،
همه اینها به پایان خواهد رسید. خب باز دوباره دانیال در باب 12 و 11 راجع به موضوع صحبت میکنه، ولی ما میبینیم که نخست عیسی مسیح با ابرها میاد تا مقدسین رو برداره، چنانکه به وسیله هر چشمی دیده میشه. بسیاری در آن زمان که زنده هستم رو میبینم. در مکاشفه باب اول آیه 7 عیسی مسیح میگه هان با ابرها میآید، هر چشم او را خواهد دید، حتی چشم آنان که نیزه به او زدن و همه طوایف زمین به سوگش خواهند نشست. آری چنین خواهد بود، آمین. یوحنا میگه. خب در اشعیا باب 63 آیه 1 تا 6 اشعیا نبوت میکنه که عیسی از سرزمین ادوم، همون اردن امروزی، ظهور خواهد کرد و خواهد آمد، با جلال گام بر خواهد داشت و سپس با جلال به اورشلیم بر کوه زیتون خواهد آمد. زکریا باب 14 آیه 4 به این موضوع اشاره میکنه که میگه در آن روز پاهای او بر کوه زیتون که مقابل اورشلیم به جانب شرق است خواهد استاد و کوه زیتون از شرق تا غرب به دو نیم شده دره عظیمی پدید خواهد آورد، نیمی از کوه به جانب شمال و نیمی دیگر به جانب جنوب حرکت خواهند کرد. پس این خیلی مهمه که بسیاری را خواهند دید که بر کوه زیتون اومده تا رسما توسط رهبران قوم اسرائیل موضوع پذیرفته بشه. میدونیم که قوم اسرائیل، رهبران مذهبی، همه منتظر باز آمدن مسیح هستن. ما منتظر بازگشت ثانوی عیسی مسیح هستیم، اونا بازگشت آمدن اون هستن. ولی به هر حال ما میبینیم که در متی 23 آیه 37 تا 9 عیسی مسیح به اورشلیم میگه تو که قاتل در واقع انبیا بودی و رسولانی که نزد تو آمدن، میگوید که تو رو سعی کردم مثل مرغی زیر بالهاش که جوجه‌های خودشو نگه میداره نگردارم، اما نخواستی. ولی در آخر این آیات خیلی زیبا میگوید زیرا اینک خانه شما به خودتان و ویران ما گذاشته می شود، که میبینیم در زمان نیرون اتفاق افتاد. زیرا به شما میگویم که از این پس مرا نخواهید دید تا روزی که بگوید مبارک است آنکه به نام خداوند میآید. پس دقت که بازگشت ثانوی عیسی مسیح یک روندی داره و این حوادث و این اتفاقات صورت میگیره. خداوند در کتاب مکاشفه میگوید که زمانی میرسه روح و عروس با هم میگوین عیسی بیا. من میخوام خواهش کنم که همه ما در دعاهامون هر روزه از خداوند بخوایم که به زودی برگرده و خودمون رو آماده بازگشت ثانوی او بکنیم که میتونه هر آن باشه.